هر کی ندونه فکر میکنه عاشقمه. ببین پول چه کارا که نمیکنه. از همسر پدر خدا بیامرزم فیضی بوران، یعنی اسما بوران، خیلی خیلی ممنونم. نمیتونم براتون توضیح بدم چقدر حمایتشون برای من ارزشمند بود. واقعا ازشون ممنونم. بله فارو، همیشه که قرار نیست ما گول بخوریم. به به دلارا جون، کدوم جسارت شما رو تا کلبه یه درویشی ما کشونده خانم ها؟ قدم به قدم نقشه کشیدی آره؟ خب اول دادخواستو برای من فرستادی، الانم داری جشن میگیری، خیلی خوشحالی؟ نقشت تموم شد؟ نمیدونم، تو باید بگی بازیم تموم شده یا نه. چی شد؟ جدایی از آموزشگاه سخت‌تر از جدایی از من بود؟ آی برای این آره، برای این آدم، من نه پولتو میخوام نه این جواهرایی که به هم هدیه داده بودی، نمیخوامشون، فهمیدی؟ اگه سریا شریک من نبود، اگه سریا شریکم نبود، خیلی وقت پیش اون آموزشگاه فیلم میکردم و میرفتم. ولی نگران نباش، تو اولین فرصت پولتو بهت میدم، مطمئن باش، تو اولین فرصت اون پولا بهت پس میدم، حتی یه قرونشم ازت نمیخوام. لعنت به روزی که عاشقت شدم، لعنت به من، لعنت به من که از این عروسی منصرف نشدم و نرفتم. من تو رو دوست داشتم، مثل احمقا فکر کردم عاشقم شدی. خدا منو لعنت کنه، فکر میکردم اگه کنارت باشم حالم خوب میشه. من دوستت داشتم. تو چی میفهمی؟ چی میفهمی عشق چیه؟ تو چی میفهمی تو از عشق؟ از عشق هیچی نمیفهمی، برای تو فقط پول، قدرت و انتقام ارزش داره و غیر از اون هیچی نمیدونی. بگیر اینا رو هم بگیر عوضی بیشو. وقتی یه نفر تلاش میکنه بیاد سمت شما، چه واکنشی نشون میدین؟ مثلا کی؟ مثلا همسرتون. به خاطر شما خیلی زحمت کشید، فکر کرد نیاز به معالجه دارین، راهنماییتون کرد، اومد اینجا، حتی کنترل کرد. همه اینا نشون دهنده اینه که همسرتون دوستتون داره. آقا آدم، حالا در مقابل شما چی کار کردین؟ برای این که اونو از خودتون دور نگه دارین، هر کاری تونستین کردین، چون مطمئنین که هیچ کس دوستتون نداره، مگه نه؟
اونم منو دوست ندارن.